سلام و تبریک به هموطنان و مردم و جوانان به پا خواسته و اشرف نشان ایران و با تهنیت به همه مجاهدان و مبارزان راه آزادی میهن از چنگال فاشیسم مذهبی، تصویب هفتمین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم آخوندی و چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه فاشیسم مذهبی را به اطلاع هموطنان عزیز می‌رسانیم. قطعنامه شورای امنیت ملل متحد دقایقی پیش با 12 رأی مثبت به تصویب رسید و تلاش‌های دیکتاتوری آخوندی برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه با شکست کامل مواجه شد. بر مردم ایران، بر قیام آفرینان، بر مجاهدان اشرف و بر همه مشتاقان آزادی میهن مبارک. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی از هفتمین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای مقابله با برنامه اتمی رژیم و تصویب چهارمین دور تحریم‌ها علیه فاشیسم مذهبی استقبال کرد و بر ضرورت تحریم‌های همه جانبه تأکید نمود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت آخوندها بمب اتمی و تسلط بر عراق را دو رکن ضروری برای ادامه حکومت نامشروع خود می‌دانند و به ویژه در اوج انزجار عمومی از نظام ولایت فقیه و تشدید بحران و شقه درونی حاضر به کوتاه آمدن از آن نیستند. راه حل نهایی خلاص شدن از کابوس بنیادگرایان و تروریست های مسلح به بمب اتمی، تغییر دموکراتیک در ایران است. توجه بینندگان عزیز را به خبرهای تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه دیکتاتوری آخوندی جلب می‌کنیم.